دوستان و همراهان همیشه کانال حسین از MMA، درود بر شما. از زاگره پایتخت زیبای کرواسی در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین دوره مسابقات رنگین داره اتحادیه جهانی کشتی در حال برگزاری هستش. وزن 87 کیلوگرم. ببخشید دوستان، وزن 77 کیلوگرم برابر کشورمون امین کاویای نژاد با دونده آبی در مقابل کشتیگیری از مولداوی قرار گرفته. گوتو که یکی از عنوانداران و قهرمانان اروپا هستش، کشتیگیر چقدر بد بدن و کشتی بلدیه، زیرک و بدلکار. ببینیم چه میکنه در برابر کشورمون. برنده این دیدار به نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. امیدواریم کسی نباشه به جز کاویای نژاد. دستای گوتو خوب داره کار میکنه، سرگردن رو گرو گرفته، فشار زیادی داره میاره. کشتیگیر چقدر و بد بدنیه. اگه از پس این حریف بر بیاد میتونیم بگیم طلا رو گرفته، تحت فشار گذاشته. حالا یه لحظه کاویای نژاد میرفت که کنون خودش رو به اجرا بذاره، ولی خب خاک شد چون خودش موجه فن شد. من موجه فن بود، ببخشید دوستان، امتیازی از دست نمیده. همچنان در سرشاخ دست هم کار میکنن، با این شرایط فکر میکنن که به کشتیگیر ما اخطار بدن. دست های کشتیگیر مولداوی بهتر کار میکنه. گوتو رو به جلو، قدرت بدنی بسیار بالایی داره، به قدری رو سرگردن حریف کار میکنه تا گیج و سردرگم کنه حریف رو. و حالا باید کاویای نژاد در خاک گوتو بنشینه. در خاک هم خوب کار میکنه، با اندازه های خوبی میزنه. امیدواریم که آنالیز شده باشه کشتی این کشتیگی. حالا برمیگرم ماهی فیتو رو جمع جور میکنه، رها میکنه خوش رو. درسته، باید ادامه بده. کاملا درسته، خوش رو رها کرد. چه کشتی یک بر صفر، یک باید سرشاخ. ببینید چه قدرت بدنی داره، کاملا میچربه زورش به کشتیگیر ما. یک باید سرمی که زیر کتف بزنه کشتیگیر مولداوی گوتو. دیگر در اول کشور محمد علی گرایی به نیمه نهایی راه پیدا کرد. همچنان در میانه دو شهر بود سرگرده هم یه کار میکنه. یه لحظه رفت برای کمرگیری کاویای نژاد، ولی هوشیار بود گوتو و اجازه نداد. همچنان سرگرده هم یه کار میکنه، کشتیگیر خوش نفسی و از نفس نمیفته. بود برای که سه دقیقه دوم هم سرحال کشتی میگه کشتیگیر ما. یه لحظه دستو کشید، میرفت برای کمرگیری. 20 ثانیه تا پایان سه دقیقه اول زمان داریم. امسال کاویای نژاد تونست قهرمان کشور بشه و وارد این مسابقات شد. در فینال علیرضا ارغش رو 8-0 شکست داد. طلای قهرمانی آسیا رو داره در سال 2020 در دهلی نو. برنز قهرمانی آسیا رو در سال گذشته 2021 گرفت. ما هم 30 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه. به کشتیگیر نزد مربی خودشون میرن. یعنی چه تاکتیکی در نظر میگیرن در مقابل این کشتیگیر چقدر بد بدن و کشتی بلد مولداویایی. اصلا رنگ در توصیه لازم رو میده به شاگردش. یه مقدار به خودش باور داشته باشه میتونه کشتیگیر رو شکست کنه. عزیزانی که به یوتیوب دسترسی نداری، پیج اینستاگرام ما حسین از MMA، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به کشتیگیری از این کشورمون رو پیگیری کنید. ببینید از سه دقیقه دوم در نوبت کشورمون چه میکنه در نوبت خوزستانی ما. خب کشتی در سه دقیقه دوم آغاز میشه. از 77 کیلوگرم کاویای نژاد با دو بندی آبی و دو تا از مولداوی با دو بندی قرمز. یه لحظه میره پیش بندازه و این مراقب بدلکاری کشتیگیره
هر دو کشتی از تشک خارج میشن. ببینیم امتیازی فکر نمیکنم رد و بدل شده باشه. یک امتیاز برای دو بنده قرمز میدم. اعتقاد دارم که پای کشتیگیر ما ابتدا از تشک خارج شد. عرض کردم باید مراقب بدلکاری های کشتیگیر مولداوی باشه. کشتیگیر زیرکیه. خوب یه دستو کشید ولی خب تو برگشت کشتیگیر مولداوی بود. حالا یه پای دیگه دستی کرد. حالا کشتیگیر مولداوی سعی میکنه پیش بندازه کشتیگیر ما رو از تشک خارج کنه. هر دو کشتیگیر از تشک خارج میشن و امتیازی رد و بدل نمیشه. بچه کشتی دو بر صفر. دو دقیقه و 20 ثانیه زمان داریم. باید کار کنه تا اختار رو بذاره روی کشتیگیر مولداوی. یه 20 ثانیه باید همت کنه و رو به جلو کار کنه. حالا یک بار دیگه سعی می‌کنه دست و اصل گرو بگیره. پیش بندازه کشتیگیر مولداوی رو. کشتی سختیه. یه لحظه میشه برای کمرگیری. کشتیگیر مولداوی رو کشتی رو بسته و داره اداره میکنه کشتی رو. باید تکونش بده. زیرکت بزنه تا راه رو به ایجای فرونو خوش باز کنه. یه لحظه حالا خرابش میکنه. باید مراقب باشه تو برگشت ها. یه لحظه حالا میرفت که تشک خارجش کنه. یه لحظه پا رو گرفت. آور بهش تذکر مونه. میتونن کشتیگیر رو بنده قرمز اختار بدن. کمکار هستش دو بنده قرمز. کشتیگیر ما سه دقیقه دوم رو بهتر کار کرده. بوتو کشتیگیر مولداوی کاملا کشتی رو بسته و داره اداره میکنه کشتی رو. با درخواست کمکاری میشه بعد بنده قرمز. داور وسط که اصلا انگار نه انگار به خودش نمی آورد. رئیس پیشه و قاضی ابتدا اخطار دادن. کشتیگیر ما هم خسته نشون میده. امیدواریم که درخواست بتونه یه حرکتی بزنه، یه بارانداز بزنه و خیالمون راحت کنه. خوش یه چغریه و تو فایت معمولا خوب میشینه. ما یه کلیپ بارانداز رو داره جمع جور میکنه. ببینیم میتونه دستا رو کاملا بلاک کنه یا نه. رها میکنه خوش رو. یه لحظه ما یه کلیپ بارانداز رو داشت جمع جور میکرد. داره سعی میکنه لیفت کنه. کاش لیفت نکنه. تو لیفت خیلی سخته. بعد بدن این کشتی حالا میکنه. نباید عجله کنه. میکشه رو خودش. میکشه رو خودش متاسفانه. نباید عجله میکرد. من از قبل کشتی گیره زیرک بد بدن و چغریه. همونجا باید بارانداز میزد بهش. یه برید تو سر شاه ده چه کشتی ها 4-1 میشه و 30 ثانیه زمان داریم تا پایان کشتی و کار سختی داره ولی خب غیر ممکن نیست. یه 4 تایی میخوان. یه همت یه غیرت کوچیک کار رو تمام بکنه به نفع ما. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. 30 ثانیه زمان داره تا خودش رو به نیمه نهایی برسونه. حالا دیگه گوتو بچه دست رو گره گرفته و کشتی رو بسته کاملا داره اداره میکنه. ما از 15 ثانیه داریم میرسیم. گوتو دستی رکت از اون هم بچه دست کاویانی نژاد رو گرفته تا راه رو به ایجر فرون کاویانی ببنده و این کار رو هم میکنه و موفق میشه. کار تموم میشه. 6 دقیقه کشتی به پایان میرسه و متاسفانه کاویانی جای کشتی رو واگذار کرد در مقابل گوتو از مولداوی. خب خسته نباشید میگیم به دلاور کشورم. کشتی خوبی گرفت ولی خب حریف هم کشتی گیره کشتی برد و عنوان داری بود. تا دور دیگر بدرود دوستان.